هزاران فلسطینی امروز از شمال نوار غزه فرار کردند. آنها از حراس عملیات زمینی نیروهای اسرائیلی منطقه را ترک کردند. در حال حاضر نیروهای اسرائیلی منطقه را از هوا بمباران می کنند. اسرائیل در شمال نوار غزه روز جمعه به مردم هشدار داده بود که طی 48 ساعت به جنوب غزه بروند. اسرائیل گفته است تا ساعت 4 عصر به وقت محلی امنیت کسانی را تضمین می کند که از دو مسیر عمده منطقه را ترک می کنند. اسرائیل تعهد کرده که جنگجویان گروه حماس را در غزه نابود خواهد کرد. حماس هفته گذشته حملات غافلگیرانه مرگبار را بر اسرائیل انجام داد که در نتیجه بیش از 1300 تن که اکثرا غیر نظامیانند کشته شدند. جنگجویان حماس همچنان تعدادی از افراد را در این حمله گروگان گرفته و به غزه بردند. خبرگزاری رویترز روز شنبه و نقل از وزارت صحت فلسطین خبر داد که در نتیجه بمباران هوایی نیروهای اسرائیل در دو شبانه روز گذشته 344 فلسطینی کشته شده و بیش از 1000 تن زخمی شدند. به اساس گزارش وزارت صحت فلسطین در میان کشته شدگان 126 تن کودکان و 88 تنشان زنان هستند. با وجود هشدار سازمان ملل متحد مبنی بر این که بیجا ساختن نیمی از ساکنان غزه منجر به بحران بشری خواهد شد، اسرائیل یک هفته پس از حمله ناگهانی حماس به این کشور عملیات زمینی را آغاز می کند. دفتر رسانه های حماس می گوید که طیاره ها بالای موترهای شلیک می کنند که به طرف جنوب می روند و تاکنون بیش از 70 تن در این موترها کشته شدند. اسرائیل می گوید یک عملیات موقتی را در غزه آغاز کرده تا افراد مسلح را سرکوب کند و 150 اسرائیلی را که افراد مسلح حماس یک هفته پیش از اسرائیل را بودند پیدا کنند.